بلخ یکی از 34 ولایت افغانستان و مرکزیت شهر مزار شریف است که 17249 کیلومتر مربع پهناوری دارد و دارای جمعیت نزدیک به 1,123,948 نفر می باشد. شهر مزار شریف ایستگاه مهم مسیرهای تجاری شرق دور و خاورمیانه، مدیترانه و اروپا بوده است. مسجد کبود یا روضه شریف در این ولایت موقعیت دارد. این مسجد توسط چنگیز خان تخریب اما بعداً توسط تیمورشاه دوباره ساخته شد. امروز این ولایت به عنوان دروازه دوم اما اصلی افغانستان بعد از شیرخان بندر ولایت قندوز به آسیای میانه می باشد. این ولایت در شمال افغانستان با مساحت 16,840 کیلومتر مربع است. 7.48% آن کوهستانی و 2.5% آن را زمین‌های هموار تشکیل داده است. این ولایت شامل حوزه آبریز آمودریا می باشد. ولایت بلخ با ترکمنستان در شمال غربی، ازبکستان در شمال، تاجیکستان در شمال شرقی، ولایت قندوز در شرق، ولایت سمنگان در جنوب شرق، ولایت سرپل در جنوب و ولایت جوزجان در غرب همسایه است. اقوام تاجیک، هزاره، پشتون، اوزبیک و ترکمن و عرب در این ولایت زندگی می کنند و در شهر مزار شریف بیشتر جمعیت را تاجیک ها و پشتون ها و هزاره ها تشکیل می دهند. مطابق آمار سازمان جهانی غذا، مردمان ولایت بلخ بیشتر به زبان فارسی دری صحبت می کنند که شامل تاجیک ها و هزاره ها می باشند. زبان مورد استفاده بعد از فارسی، پشتو و بعداً زبان‌های اوزبیکی و ترکمنی می باشد. تاجیک ها در مرکز و شرق بلخ زندگی می کنند. در ولسوالی های خلم، نهرشایی، مارمول، مزار، دهدادی، قسمت از چهارکند و دولت آباد و اقلیت در شولگره زندگی می کنند. هزاره ها اکثریت در ولسوالی های جنوبی مانند چهارکند، کشنده، اقلیت در شولگره و چمتال زندگی می کنند. پشتون ها در غرب در ولسوالی های بلخ، چهار بولک، چمتال و شولگره زندگی می کنند و اوزبیک و ترکمن ها در شمال بلخ در ولسوالی های شورتپه، کلدار، دولت آباد و همچنان اقلیت نیز در خلم زندگی می کنند. علاوه بر این ولسوالی ها، زاره در جنوب بلخ عمدتاً بلوچ نشین می باشد و اعراب فارسی زبان این ولایت در ولسوالی های چمتال و نهر شاهی و اقلیت در خلم یافت می شوند. ولایت بلخ از بابت تولید قالین مقام ویژه در سطح کشور دارد. این صنعت علاوه در مرکز ولایت در ولسوالی های کلدار و شورتپه بسیار خوب رشد کرده است. ماهی پروری در ولایت بلخ یکی از صنعت‌های پردرآمد است. در تولید برنج و کشت پنبه نیز شهرت دارد. بلخ در طی تاریخ 6000 ساله خود شخصیت‌های مختلف علمی، سیاسی، فرهنگی و ادبی و قومی تربیت نموده است که در ولایت بلخ نه تنها در سطح کشور بلکه در سطح جهانی شهرت پیدا کردند. از این جمله مولانا جلال الدین محمد بلخی را می توان نام گرفت. یما پاچا، رابعه بلخی، ناصر خسرو بلخی، دقیقی بلخی، ابن سینای بلخی، ابو شکر بلخی، علامه سعید اسماعیل بلخی، فاطمه بلخی، واصف باختری می توان نام برد. ولسوالی های بلخ، چاربولک، چارکند، چمتال، خلم، دولت آباد، دهدادی، زاره، شورتپه، شولگره، کشنده، کلدار، مارمول، مزار شریف، نهر شاهی از ولسوالی های این ولایت می باشد.